پست سمت سباستیان توی تیم ملی ایران چیه؟ من چند تا سوال دارم پشت سرم میگم. دلیل اخراج مربیای ایرانی چی بودش؟ چرا فدراسیون فوتبال پیگیری نکرد که این مربیای ایرانی برگردن؟ درسته؟ الان به چه عنوانی سباستیان توی کادر فنی تیم ملی هستن؟ سمتشون چیه؟ چه بدنسازن؟ مربی هستن؟ چی هستن؟ این اگه میشه برام یه توضیح بدین. اولا ارتباط آقای جواد نکونام همین الان در ارتباط هست با آقای کیروش و یک ارتباط کماکان شاگرد و استاد، یا بهتر بگیم دوست با آقای کیروش داریم. من اعتراف بکنم سر اخراج جواد نکونام و افشین پیروانی، یعنی من و مارکار، حالا که مارکار برگشت، محسن متحدکی هم برگشت خدا رو شکر، سر کنار رفتن افشین و جواد من اعتراف بکنم ما خودمون تو این برنامه خیلی باید بیشتر میپرد، چون واقعا من متوجه شدم چی شدن که اینا رفتن کنار. حالا من یه سوال دارم، آیا یک سرمربی حق داره که همکاران خودش رو انتخاب کنه، همکاران خودش رو برگزینه، با همکارانش ادامه بدهد یا ندهد؟ من دقیقا سر همین قضیه زلاتکو ایوانکوویچ، سر ساشا شفر همین مطلب مطرح شد. ما ورود نکنیم با توجه به اینکه خود دست خود سرمربی این اختیار رو داره، ولی من میگم آقا جواد نکونام آخه جواد... اصلا یه سوالی دارم الان ایشون میگه مربی، درسته حق طبیعی هر مربیه، خب ولی من یه سوالی دارم، حق طبیعی مربی خارجی است مدیر رسانه‌ای هم انتخاب بکنه آقای فردوسی؟ نخه، ولی اگر در ارتباط با تیم ملی رئیس فدراسیون به عنوان که تصمیم گیرنده نهایی و انتهایی هر چیز رو به مصلحت تیم ملی در مسیر جام جهانی بدونه، این کار رو انجام میکنه. مدیر رسانه تیم ملی الان آقای معتمدکیا است، ولی اگر کسی رو به کادر اضافه بخواد بکنه آقای کیروش، حتما با آقای تاج هم آقای میکنه. آقای تاج هم بر اساس توضیحاتی که ایشون میده و تشریحاتی که میکنه که تشریحات ایشون کاملا فنی و منطقی است و بر اساس مسیری است که به موفقیت بیشتر تیم ملی بیانجام. من یه سوال فقط میخوام از شما بکنم آقای فردوسی پور، از آقای سردار آزمون، شاید آقای کیروش راضی نباشه من این صحبت رو بکنم، ولی من این صحبت رو بعد نیست اینجا بگم، از سردار آزمون و آقای محمدی سوال کنید که در بازی ایران و کره که شما آسیب دیده بودید و نرفتید، کدام مربی که کار ارتقاء کیفیت بازیکنها را به عهدش گذاشتن با شما کار کرد و به شما به بازی بعدی با سوریه رسیدید؟ آقای سباستیان. پس ببینید آقای سباستیان آقای که روزانه است اونجا که من اطلاع دارم، اصلا اکثر دستورایی که آقای کیروش میاره آقای برای همین برای اینکه بتونه برای بدم آقای اجازه بدید که پس من حرفم تموم بشه. خب من دارم جواب صحبت شما رو میدم که تموم نکردم که چرا شما تمام حرفتون رو زدید. شما میدونید من الان چی میگم چیزی بله میدونم میگم. آقای شما ببینید، آقای کنعانی مصدوم میشن میرن تو کمپ تیم ملی تمرین میکنن، به خاطر چی فکر میکنید آقای فردوسی بود؟ به خاطر اینکه هر روزی که ایشون سباستیان کار بکنه حقوق دریافت میکنه. کنعانی زادگاه الان من توی نه اینطور نیست، کلینیک فیزیوتراپی استقلال هر روز میدیدمش، من مصدوم بودم چیز کمپ هم میرفت تمرین میکرد. من هر روز صبح میرفتم کنعانی اونجا بود، جشن سعود ایشون توی استادیوم آزادی باشن بودن، درسته؟ حالا من دو ماه اخیر که مصدوم بودم هر روز صبح میرفتم کنعانی زادگاه رو میگی دیگه؟ نه برای قبل از این مصدومیت جدیدو دارم میگم. نه این جدیدو نمیگم، قدیمی رو میگم. حالا یه چیزی الان آقای حرف بسیار نامناسبی است در حق تیم ملی. ببینید این که تیم ملی باز کنه، تیم ملی علی باید بره تو خود کمپ تیم ملی، نظر مربی تیم ملی باید بله. ببینید سیاست درستی که آقای کیروش داره، شدم توی باشگاه مصدوم شده باید بره توی چیز تمرین بکنه، وقتی که ایشون به عنوان یه بازیکن اجازه بفرمایید. من جواب ایشون اصلا منو قانع نمیکنه، شما را قانع نمیکنه، مردم متوجه میشن که آقای کیروش به عنوان فردی که بهترین پلن رو برای آماده سازی تیم ملی داره، تشخیص از اینه که بازیکنایی که یا آسیب دیدگی دارن یا در آستانه آسیب هستن، در تمرینات ویژه‌ای در مجموعه پک که یکی از مجموعه‌های بسیار خوبی است که فدراسیون با سوپروایزری خود آقای کیروش ایجاد کرده و منچستر یونایتد رو بنچمارک کرده و بر اساس اون یک مجموعه بسیار خوبی را ایجاد کرده، این ظرفیت برای ایران و فوتبال ایران میمونه. ایشون اونجا را ایجاد کرده که این بازیکنانی که در لیست
50 نفری خودش هستن اینها را بتونه به شرایط مطلوب برسونه. آیا این خدمت بزرگ در حق فوتبال ملی هست یا نه؟ ما باید آقای کیروش رو تقدیر و سپاسگزار باشیم یا نباشیم؟ ببینید آقای فردوسی پور، دلیل اخراج آقای... من دلیل اخراج مربیای ایرانی رو میخوام آقا. ناسپاسیه در جایی که ما داریم برای جام جهانی میریم، ما مربی تیم ملی را با اون همه زحمات صادقانه به چالش بکشیم. فرافکنی نکنید خانم. چرا؟ من جواب سوالم علت اخراج مربیای ایرانی رو بگیم برای مردم. اخراج نبوده. آقای کیروش توی مقطعی احساس کرده که شاید تغییر بده، این حق طبیعی شون انجام داده. و چرا دوباره شما یه قرارداد با یه مربی ایرانی بستید که کمتر از یه ماه اخراج شده؟ دلیلش هم میخوام به شما بگم. دلیل اخراج مربی ایرانی تازه وارد که تو لهستان گرفتنش که سفارت اتریش هم استعلام گرفت از باشگاه چیه؟ آقا اینو به ما بگی. یه مربی ایرانی بعد از اینکه مربیای ایرانی خارج شدن، حالا من اسمشون نمیگم که حالا درست نباشه، یه مربی ایرانی قرارداد بستن ولی این کمتر از یک ماه اخراج شد به خاطر اینکه توی لهستان بودن ایشون و ایشونو گرفتن. طبیعتاً بعد سفارت اتریش هم استعلام گرفتن فدراسیون فوتبال که آیا ایشون مربی تیم بودن که آقای تاج همونجا گفتن سوء استفاده کرده از موقعیت. و حالا دلیلشو برای مردم بگید آقای ساکت. ببینید اولا اصلا چرا مربی ایرانی بس میگن اگه نیازی نداشته چرا مربی ایرانی دوباره قرارداد بستن؟ هر موقع ایشون تشخیص بده بهترین تصمیم رو برای تیم ملی میگیره. آقای عزیز این صحبت هایی که شما میکنید ذهن ها رو مکدر کردن نسبت به تیم ملی، این جفاست در حق آقای کیروش و تیم ملی. ما اینا نمیتونیم بپذیریم، مردم هم نمیپذیره. آقای کیروش یک مسیر درستی رو برای جام جهانی انتخاب کرده، با قدرت تیم ملی رو برده، تیمی که بدون باخت رفته، تلاش ارزنده ایشون و کادرشه و بازیکناشه و البته حمایت های مردم همه باشگاه ها رسانه ها. ولی نبایستی که خدای نکرده ما نسبت به این موضوع ناسپاسی بکنیم. یه هر کسی که کوچکترین رفتار نامناسبی داشته باشه آقای کیروش راحت با هیچ کس درواسی نداره. من میگم مدیر رسانه‌ای چرا مثلا با یه مقطع محسن معتمدکیا نباشه، شخص خارجی الان محسن معتمدکیا الان یه مقطع نبود دیگه. فدراسیون میتونست تو این قضیه نفرات دیگه رو که این همه مشکل مالی داره واسه چی بعد آقای معتمدکیا هستن؟ یه خارجی هم باشه که یه مجانی که چیز نمیشه. کارش اون نیست، کارش چیز دیگه هستش، اون در قالب ماموریتش چیز دیگه است و رسانه‌ای هم نیست. در مورد سباستیان بازم مدرکش رو نگفتن. این یکی مدرک الان از من اطرافیان تیم ملی الان پرسجو کردم میگم مدرک فیتنس داره، یعنی برای بدن فیتنس الان مربی بدن ساز. شما نمونه کار ایشونه اشاره کردم که گفتم شما دو تا مستاق عملی دارید سوال کنید ببینید که ایشون چه نقشی رو یه تیم فوتبال آقای فردوسی چند تا بعد بدن ساز داشته باشه؟ چند تا داره الان تیم ملی؟ آقای سباستیان هستن، آقای دیگو هستن، آقای میک هستن، سه تا بدنساز اینجا میشه. به نظر شما من ندیده بودم تا حالا توی تایم آقای کریمی بعد متدولوژی مربیگری هر کدوم از مربی ها متفاوت. شاید باید ما دیگه به دانش آقای کیروش نمیتونیم کسی خورده بگیره. یه دونم بدنساز داشتیم که بازی کنه که کادشون فشرده و زیاد با این که فشرده دو تا بدنساز، یه دونه که با تیم تمرین میکرد، یه دونم بازی کنه مصدوم که آماده میشدن بیان قبلش میرفتن با آقای مربی. ما در مورد یک تیم ملی حرف میزنیم که کادرش تونسته بهترین موفقیت رو رقم بزنه. اگر خدای نکرده این اتفاق نیفتاده بود ما چی میگفتیم؟ پس باید بپذیریم استراتژی آقای کیروش، متدولوژی ایشون برای مدیریت تیمش تو ابعاد مختلف روحی، روانی، جسمی، فنی، مدیریتی، دروازه‌بانی و بخش‌های حتی رسانه‌ای کاملا یک رفتار حرفه‌ای و مثبت بوده و یک الگوی جدید تو فوتبال ما به وجود آورده.